Yo. قصه شده همه هنجره را زد بد زد رقص و جولان بر سر میدان کند رقص اندر خون خود نردان کند. کند اگر از خنجر خون ریز لب تشنه ببرند سرم را اگر از تیغ شکافند در این عرصه خونی لالایی 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 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا بسم الله الرحمن الرحیم بمبی که سوز تو در جان ما گذاشت چندین هزار کشته و زخمی به جا گذاشت پل زد کمان ابروی تو بر پل بهشت دریای عفو در آتش کربلا گذاشت دریا که مست تو ملوانان که مست تو بر کشتیش چه خوب خدا ناخدا گذاشت سلام بر تو حسین سلام بر تو که کهف حسینی سلام به تو که امید روزهای آشفته مایی و سلام به همه عزادارانت خواهران و برادرانی که امروز حضورشون در حسینگی معلا برای تک تک ما مغتنمه سلام به همه کودکان این سرزمین سلام به علی اصغر سلام به باب الحوائج و سلام به همه شش ماه هایی که امشب شب اونهاست امیدوارم هیچ کسی از امشب امام حسین دست خالی بیرون نره به همه خواهران و برادران عزیز به همه مخاطبان خوبمون سلام میکنم شب هفتم حسینیه معلا رو با عشق تقدیم نگاه پرمهرتون میکنیم در محضر ذاکران عزیز و خادمان حسینیه معلا هستیم امیدوارم امشب شب پرباری برای همه ما باشه ایشان. به شب هفتم حسینیه معلا خیلی خیلی خوش آمدید
شد ماه محرم با ناله و غم جیان از نو شد ماه محرم با ناله و غم زنی ماشاءالله این سینه از من دزاره
گریس بگیره اف مشکز تفلا علی علی بگیریس بگیره اف مشکز تفلا از من آب و از آن نالان تشنه تو به جوانت اندگی ری
حسین یا حسین بار بگی شوائی میدی که این جا از عطاب میشه ود لبها که بود از قطع آب بار بگی شوائی میدی که این جا بیدرن و برگلوی از غیرم آید خیدن بار بگی شوائی ویدی که این جا از جفا دست عباس هم شیود از تن جدا بار بگی شوائی خوش من زلگی تا به جوانت اندکی ری غیر از دنور این وین دیار پار محمد کمر چون سلطان مظلومان ویتن پس بی گفت آن وز جفای علکی جان سی بارد اکی بیرم در این زمین بار بگی شوائید خوش من زلگی تا بی جوان نغت اندکی ری قسما بالله داح الأرض خلاق السماء وبما جاء به جبريل من وحي وآيات أنادي بكرامة إلى يوم القيامة سأذوق الموت بالعز ولا للذل هيهات اگر از خنجر خون ریز لب تشنه ببرند سرم را اگر از تیغ شکافند در این عرصه خونین جگرم اگر از تیر ز شعبه بدهند آب عوض شیر گل نو ثمرم را اگر از داغ برادر شکند خصم ستمگر کمرم را قتيل العبرة أي أسير الكربة أوهل تكتب أحزاني في الطف بحر ودوات أبدا فالحزن لا يكتب إلا بالدموع الجاريات مظلوم حسين جانا مظلوم حسين جانا محروم حسين جانا مظلوم حسین جانا مظلوم حسین جانا محروم حسین جانا مظلوم حسین جانا اگر از چار طرف خصم زند بر جگرم تیر اگر آید به سر و کتف و تنم ضربت شمشیر اگر از سنگ شود غرق به خون روی منیرم اگر آتش عوض آب دهد خصم شریر اگر از داغ پسر سوزم و صد بار بمیرم ظلمونی قتلونی و تناسو من انا صارت الآلام في أرض الأسالي وطنا كل ما مر على الكون من الأحزان قد مر هنا بخدایی که مرا خواسته با پیکر سجاد ببیند به تنم زخم دوست نیزه و شمشیر نشیند به ستمگر ندهم دستم و ذلت نپذیرم اگر آرم به جنگم همه اهل زمین را و سما را مظلوم حسین جانم مظلوم حسین جانم محروم حسین جانا مظلوم حسین جانا مظلوم حسین جانا مظلوم حسین جانا محروم حسین جانا مظلوم حسین
عهد الستم نگذر منم و عهد الستم نگذستم نشکستم به خدا غیر خدا را نپرستم به خدا من پسر شیر خدا پسر فاطمه هستم عربی و علوی و ماشاءالله عربي علوي قرشي شجري احدي بدري فاطمي قمري همه دار و ندارم همه هفتاد و دو یارم به فدای ره جانم منم و سرخی رو منم و خون گلویم منم و حنجر عطشان منم و داغ جواد به نبیین عربیین و رسولین مدنی و اخیه اسد الله المسمى بعلی و به زهراء بتولین و به ام ولدتها و به سبطی و شبلی هما نجل زکی و به سجاد و بالباقر و الصادق حق و به موسى و تقی و تقی و نقی وبذي العسكر والحجة القائم بالحق الذي يضرب بالسيف لحكم أزلي بمحمد ومحمد بعلي وعلي فرمود أيها الناس بصدا الهی داغ نبینی با آه و علی از روزی نبرزن بند نوم شد محرم چه اماز از چون شهن شاهدین چون شهن شاهدین روبروی قومکین فرمود ایوه الناس به صدای حزین شیر سر حیدرم نامم بود حسین و سبت پیامبرم شیعه باز از سوغم شیعه باز از سوغم با آه و علم سر و سین نبرزم از نو شد محرم شیعه باز از سوغم چسان شیعه دیدی چسان وان کردن دشمنا یا مظلوم Ayo masuk, ayo masuk, ayo masuk.
ایبی برادر زینب، ایبی برادر زینب، اسیر کافر زینب، ای که ساعتشان زینب، گشت سوار به دور او، اسیر کافر زینب، ای که ساعتشان زینب، ایشی ایون یاری کنی، ایشی ایون یاری کنی، ایشی ایون یاری کنی، شب عزاداری کنی، شب عزاداری کنی، بهر آن شاه غریب، بهر آن شاه غریب، سینه و به سر زنی، سینه و به سر زنی، سینه و به سر زنی، گشت سوار به دور او، عباس علمدار حسین، عباس علمدار حسین، عباس علمدار حسین، عباس رفت و برنگشت، عباس علمدار حسین، عباس رفت و برنگشت، عباس علمدار حسین، بازو چپش خنجر نشست، عباس علمدار حسین، بازو چپش خنجر نشست، عباس علمدار حسین، عباس سقای حسین، عباس علمدار حسین، ای تشنه لب بحر حسین، ای تشنه لب بحر حسین، عباس شیر کربلا، عباس سلام دار حسین، عباس شیر کربلا، عباس سلام دار حسین، عباس ساقی حسین، عباس سلام دار حسین، عباس ساقی حسین، عباس سلام دار حسین، عباس شیر الغمه، عباس سلام دار حسین، عباس شیر الغمه، عباس سلام دار حسین، ایشی ایون به سر زنی، تشنه لبی بحر حسین، عباس شیر کربلا، عباس شیر کربلا، عباس شیر نینوا، بر سر و بر سینه زنا، بر سر و بر سینه زنا، عباس ساقی حسین، ای زور و بازوی حسین، ای زور و بازوی حسین، ای زور و بازوی حسین، عباس شیر الغمه، عباس شیر الغمه، بر سر و بر سینه زنا، بر سر و بر سینه زنا، جمله همه بحر حسین، سلام دار حسین، جمله همه بحر حسین، سلام دار حسین، بر سر و بر سینه زنا، سلام دار حسین، با سلام دار حسین، سلام دار حسین، عباس شیر کربلا، سلام دار حسین، حسین حسین، حسین حسین، حسین حسین، ای شیعیون به سر زنان، بر حسین، بر حسین، بر حسین، تشنه لبیم آب میخیم، تشنه لبیم آب میخیم، بر حسین، بر حسین، به سر زنان شیبان کنان، ای فلکه، ای فلکه، کج رفتا حسین بود بی کس و یار، ای وای حسین، کویا حسین، بویا حسین، آقام حسین، تشنه لبیم، تشنه لبیم، آب میخیم، بحر حسین، بحر حسین، هر مره را تیر زنن به مشک او، به چشم او، به مشک او، به چشم او، بگو یا حسین، آقام حسین، بی کس حسین، به سر بزن، بر حسین، بر حسین، تشنه لبان، آقام حسین، آقام حسین، بگو یا حسین، بی
بیکس حسین، غریب حسین، بیکس حسین، اچان حسین، اچان حسین، از ارتش این کودکان صداش برست با آسمان، ویکو حسین، بیکس حسین، آقام حسین، 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 بر جمال محمد صلوات. جنوبیا مارواتون هر سال دائمی مارواتون هر سال انشاءالله هر سال اینجوری عزاداری کنید. بیایید اینجا بی زحمت مارواتون هر سال، بیایید اینجا بفرمایید اینجا همه سال مارواتون همه ساله باشه انشاءالله. 100 سال، 1000 سال. چقدر کیف کردیم آقای طاهری، احساس کردم که محرم بوشهر رو آوردن اینجا. مثلا هوای بوشهر بود و من احساس هم اینه که بوشهری‌ها یه چیزایی دارن که مختص خودشونه. آره والله، آره والله، شناسنامش به اسم خودشون خورده، مثلا معماریشون، عزاداریشون، نمیدونم جنس، حتی شادیهاشون. و امشب یک عزاداری خاص ما دیدیم از عزیزانمون در بوشهر با شور و حرارت و هیجان. انشالله همین جمع، همین سینه زنی در کنار هم بین الحرمین انشالله. من دیدم که پیر غلاماشون جوانترا نور چشم ما هم بهتون بر نخوره. تنها جایی است که من دیدم پیر غلاما رو دست شما دارن عزاداری میکنن. این واقعا چی بگم، دم همه تون گم. انشالله سید الشهدا علیه السلام بغلتون کنه. انشالله جوونا هم آجا همینجا موهاشون سفید میشه. همینه. و اون باز بخش دیگه ای که بعضیا یه مقدار سن و سالشون بالا میره، بالای 50 که میرن فکر میکنم بعد برن بازنشستگی. داداش نگاه کنید، اون آقایی که رهبری اون عزیزان رو داشتن، من دیدم اون وسط موی کنان آقا مهدی داشتن اشاره میکردن، اینا سینه میزدن، ایشون موشون رو میکرد، همینطور باهاشون هم نوایی میکرد. لذا برا نوکری امام حسین تا لحظه ای که نفسمون اجازه میده بازنشستگی نداره. تا موقعی که امام حسین بهمون اجازه میده بگیم یا حسین، باید وسط گود باشیم. خلاصه یا علی مدام. آقا خیلی ممنونم. خداییش. آقا مهدی چته؟ عرض کنم که گفت، من هنوز تو اون آشفتگیم، گفت رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، مردان کنند، چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند. خدا شاهده من یه جلوه از رهایی شهادت، رهایی عارف، نمیدونم از سر اخلاص یا نه، خدا شاهد، اما از زهرا سلام الله علیها رو شاهد میگیرم. سلام الله علیها. دوست داشتم تو این دریا و تو این هیجان دریای محبت امام حسین دل بزنم، غرق بشم، تموم بشم. والله قسم غرق شدی امام مهدی جان. اینا حماسه رو از شهید رئیس علی دلواری دارم به یادگار. این اصلا عرفانه، این همونی که دیدین، حماسه و عشق همه چی با هم. اینجا حاج قاسم این دو بیتو میخون، میگفت انشالله با اون مرحله برسیم، اینجوری عارف بشیم انشالله، بزنیم تو دل محبت امام حسین، غرق بشیم انشالله. انشالله انشالله انشالله. بارک الله. یا باب آقای نزار القطری. حبیبی من بازم بگم مرواتون هر سال، ولی صحبتی که دارم. چی میگی شما الان؟ مرواتون هر سال یعنی چی؟ یعنی هر ساله انشالله این عزاداری بتونیم. آها مرواتون هر سال. مرواتون آله جنوبی ها میگن مرواتون هم. من صحبتم ها ایستاده میگم، چون واقعا
به احترام شما من باید وایستم. ببینید برادران، این آیین آیین بوشهر بود، یعنی میتونم بگم جنوب ایران، حالا نه فقط بوشهر، حتی بندر عباس و تا خرمشهر و بعضی از مناطق مال جنوب ایرانه این آیین، ولی این در حقیقت مال ایرانه، نه فقط جنوب ایران. چرا اینا دارم میگم؟ من یادم یک سال توی گرگان اون اجتماع مال بزرگ مال چیز بود، مال پیر غلامان بود، من یه قصیده خوندم، نوشته بر تن گلهای پرپر شهیدان زنده اند، الله اکبر. میخونم اول، لیلا به گفتا ای شهر لب تشنه کامان، دستم به دامان، آقا الامان، دم به میدان میرم ماشالله. اشکال داره بعد از آزادی خرمشهر همینا خوندن محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشته، چه اشکالی داره؟ آقا همه میدونن اینو از بوشهر بردن اونجا، شما افتخار باید کنید، ولی میخوام بگم معلا به نظر من یه مجمعیه که از نه فقط کل ایران، از کل جهان این آیین ها، این سینه زنی ها، این الحان باید بیاد اینجا ثبت بشه توی معلا و معرفی بشه، معرفی بشه به دنیا. آقا ما افتخار میکنیم این مال بوشهره، ولی اشکال نداره رفته تو خرمشهر هم خوندن، چه اشکالی داره؟ همه این مال دستگاه امام حسینه. آره والله، چیزی کسی که به امام حسین میده دیگه وقفه، دیگه نباید بگه این استکان فقط من از توش چای میخورم، هر کسی بیاد چای بخوره اون چای مال امام حسینه. دستتون در نکنه ایشالله. چرا فقط خرمشهر آقا نجمدین؟ چرا فقط خرمشهر؟ ایشالله به زودی زود بیت المقدس بخونید که آسم نبودی ببینی قمص آزاد گشده، خون یارانت حسن گشته. انشاءالله دیگه داره میاد، انشاءالله چیزی نمود. احسنتون. خیلی
صدا بمون الهی مار بمیر سالم مرده سر جدا بمون الهی مار بمیر بچه می تشنار غیر بود زوه دست و پار غیر بود زوه دست و پار غیر لا 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 تیگره ره من تو دیم بشو تا سبایی لا 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 گل لاله به من اگنی یعنی اسم چه بیحاله لا 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 گل لاله لا 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 خدا می پسر چه می حاله لا 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 بخسار لا 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 گل شب امو برده الغمت سبی یاره او الهی مرتی گلی فشک بناره لا 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 بخس بی ما می ستاره لا 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 سلام میکنم به مخاطبان عزیز حسینیه معلا عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله سلام میکنم به همه محبان و شیعیان به هر کسی که مهر حسین ابن علی در دلش ریشه دوونده در ایام پخش حسینیه معلا خاصه در فصلهای اخیر پیامهای بسیار دلگرم کننده ای از آزادگان سراسر عالم داشتیم از شیعیان امیرالمؤمنین و اولادش و این بسیار برای ما دلگرم کننده و امید بخش از سوریه و لبنان گرفته تا عراق و پاکستان و افغانستان تا روسیه و آذربایجان تا اروپا و آمریکا و این انگیزه شد که دوستان ما همت بکنن برای اولین بار در تاریخ رسانه حسینیه معلا رو به 5 زبان تقدیم نگاه مخاطبان بکنن به زبان فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و ترکی امیدوارم که مورد لطف و عنایت اهل بیت قرار بگیره و البته مخاطبان و محبان سید الشهدا که این شبها با حسینیه معلا همراه ما هستن میدونید خیلی از دوستان و شیعیان اهل بیت در سراسر عالم امکان
حضور در مجالس و محافل عزاداری براشون فراهم نیست، گاهی دلشون لک میزنه برای یه محفل عشق، برای یه مجلس روزه، و حسینیه معلا الحمدلله تو این شبها این فرصت رو فراهم کرده تا هر کسی در هر کجا همراه بشه و بپیونده به خیل عظیم عزاداران حضرت. امیدوارم که مقبول بیفته و مورد عنایت و لطف اهل بیت قرار بگیره انشاءالله. قرار ما بین الحرمین، مسجع نورانی و مبارک حضرت سید الشهدا و قمر منیر بنی هاشم انشاءالله. خادمین خودتون در حسینیه معلا رو از دعای خیر بی بهره و بی نصیب نگذارید. بفرمایید، خواهش میکنم ادامه حسینیه معلا رو با هم بگیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. خاک از لبات مرطوب تر، بی جون منایی رو دولایی، طاقت طاق اصغر، دست و پا داغ اصغر، طاقت طاق اصغر، دست و پا داغ اصغر، خدا رزاق اصغر، نن الله 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 رو تو رو از شاخه میچینی، هر مله میگن گلچینه، تو رو از شاخه میچینه، دستش سنگینه، آی خیر نبینه، هر مله میگن گلچینه، تو رو از شاخه میچینه، دستش سنگینه، آی خیر نبینه، به آمود سشو بزده، حالام برای تو اومده، به آمود سشو بزده، حالام برای تو اومده، کارش همینه، آی خیر نبینه، آخ عزیز لای لای قصه شیش ماه زندگی، شیرینی یای بچگی، قصه شیش ماه زندگی، شیرینی یای بچه، داغ رو بابه ده
قرص ننه ننه زهرا تو جنت منتظر باد داید ننه زهرا تو جنت منتظر باد داید که آب بیاره واسد ننه لای 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 اکبر مثل مولا یکی تو سه شب نیت قتل ستن داشت یکی مادر یکی بابا یکی تو عزیزم یادت دوست یادت دوست بمیرم تا نبینم داغت دوست سر کوه بلند من باشم و تو بلور و یاسمن من باشم و تو عزیزم اگه خواستن تو رو تو قبر بذارن میونه یک کفن من باشم و تو نن لای 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 خیمه دم گرفته سرت را با تنت با هم گرفته علی مادرهای ما اینجوری برامون میخوندن لا 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 خجالت بمیرم لالایی دعا کن نیفته به خیمه مسیرم لالایی اووردم تو رو تا برات آب بگیرم لالایی لالایی جانم لالایی لالایی شما نگاه کنید بچه رو این بچه را از هر طرف نگهداری سر به یه طرف میفته ابی عبدالله وقتی بچه را رو دست گرفت فرمود اما ترمونه و کیفه یه تلذاتشا بابا عالم زیر این چرخ کبود گرفتار میشن میرن در خونه ابی عبدالله رو میزنن کار حسین به کجا رسیده جلو یه مش آدم هایی که بی مایه بی آبرو
ابی عبدالله بچه رو رو دست میگیره فرمونگه اگه به من رحم نمی کنید به این طفل شیرخواره رحم کنید. خوب جواب حسین رو دادن، هنوز حرفای ابی عبدالله تموم نشده بود، یه وقت دید بچه داره بال بال میزنه، نگاه کرد اصلا معنی این فراز روزه رو شما خودتون تجسم کنید، این سر بچه مگه چقدر هست؟ فضو به حته من الازم الازم لالایی به من حق بده از خجالت بمیرم لالایی. باورتون میشه ارباب یه لحظه نمیدونست کجا باید بره، هی برمیگشت سمت خیمه ها، دوباره برمیگشت سمت لشکر. کار اربابتون آقا، من به خدا قسم تو حرم ابی عبدالله گفتم، گفتم حسین جان اگه من دارم اشتباه میخونم بزن تو دهنم، ما یه عمر گفتیم هر کی تو این آسمون زیر این آسمون به چه کنم چه کنم میفته میاد در خونه تو. کار ابی عبدالله به چه کنم به چه کنم افتاده بود. لالایی به من حق بده از خجالت بمیرم لالایی، دعا کن نیفته به خیمه مسیرم لالایی، آوردم تو رو تا برات آب بگیرم لالایی لالایی. این لالایی که عزیز دلم خون منو سر ذوق بود، بخوام این چند جمله رو بخونم. همه هر کجا نشستی زن و مرد، امشب با ابی عبدالله هم ناله بشید، همه بخونید لالایی 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 بچه ها، این مادرهایی که بچه بغلشونه امشب وقتی دارن لالایی میخونن اینطوری به این سر گفت آقا حاج رسول ترکو وقتی تو روضه حضرت علی اصغر میشست لالایی میخوندش، ناخودآگاه دستشو مثل گهواره تکون میداد. بعد از فوتش خوابشو دیدن گفتم حاج رسول چه خبر؟ گفت انقدر براتون بگم از موقعی که اینجا اومدم دوبار علی اصغر و بی بی اوورده تو دامن من گذاشته، خدا حاج رسول تو خوب بلدی برای بچه من لالایی بخونی، میخوای اسمتون رو بنویسم خانوم از در رباب نگات کنه لالایی میخونی دست رو تکون بده لالایی لالایی. ای والا سید ای والا سید لالایی 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 تیر نگذاش که یک جمله به آخر برسد، هیچ کس حد نمیزد که چنین سر برسد. گو پدرش چیز زیادی که نمیخواد فرات، یک دو قطره ضرری داشت به اصغر برسد. حسین
اجازه بدین یه دونه رو هم بخونم، میخوام برم بنشینم. لالایی به اشکم داره هر مله هی میخنده، لالایی سر تو عزیزم به یه موی بنده، لالایی ولی خنده تو دل من رو کنده، لالایی 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 شیخ مصطفی فرمودن اگه خواستی بخونی شعر غلام علی یادت نره، همه جلو در خیمه ایستادن منتظر، حبی عبدالله بچه رو سیراب برگردون، یه وقت حضرت سکینه نگاه کرد بابا داره میاد، اما بچه رو زیر عبا پنهان کرده. ببین یه روزه اینه، روزه اینه، روزه اینه، روزه اینه اصلا. شب حضرت علی اصغر روزه همینه، دیدم بچه رو زیر عبا گرفته، هی یه قدم میاد سمت خیمه ها، دوباره از خجالت بر میگرده، دوید میان خیمه گو بچه ها دست بابا خونی شده، گمونم شیش ماه قربونی شده، بچه ها عباشو طوری رو اسقر کشیده، گمونم خیلی خجالت کشیده. آه گرچه از دور از آن فاصله ها زد بد زد بد زد تو رو خدا با همه موجودا، نمیدونم چه جوری چی داری تو دلت هست، حاجتت چیه نمیدونم، ولی هر چی میخوای از این شیش ماه یا علی. گرچه از دور از آن فاصله ها زد بد زد، آتش انگار که بر کرب و بلا زد بد زد، آخ اصلا این بار کمان دار چه با زور کشید، بسه شدت همه هنجره را زد بد زد، همه این شعر خوندم برای بیتش، آی اولین بار که چشمش به ربابش افتاد، اندکی حرف نزد بد صدا زد بد زد، به حضر رباب آخه گفتم همه نگاه کردن حسین داره چی کار میکنه، خلاصه میره سمت خیمه ها، دیدن اومد پشت خیمه ها از خجالت نشست رو خاک، همچی که اومد با غلاف شمشیر یه قبر کوچیکی بکنه، دید رباب داره میاد،
آقا چی شده؟ همینو گو بد زد بد زد. آی باید در بین عبارتا کلبیلت چی شده؟ مادرش گفت بگو تیر کجا زد بد زد. ببخشید آجا یه نگاه کرد شما ادبن اونجا نشستی من خجالت میشم. رضا دم تو گرم بانی این روزه شما شدی. من بیام اینجا یه بی تو بگم برگردم. یه نگاه کرد پشت خیمه خواست برگرد جا. من گفت عزیزم یه جمله بگم برگردم. گفت علی کاش دشت روبرویت کاش دشت روبرویت لاغل یک مرد داشت. مردو نمیزدنت مادر دینامه نمیسوخت. کاش دشت روبرویت لاغل یک مرد داشت. یک سوال مادرانه تیر خیلی درد داشت. پدران کمتر از مادر نیست. جسم پسرم هست جسم پسرم هست ولی کم سر نیست. با تیر زدی قبول اما نامد این تیر سشوبت مال این هنجر نیمی. ای حسین آقا کار نداری به این شیر خاره حسین. کجای این صحرایی هر جا هستی لالایی هر جا هستی مادر هر چقدرم که ببینه اون بالا هم ببینه وقتی که بچه گریه میکنه دلنگران میشه. همه گفتن چرا حسین نمیره سمت خیمه ها؟ دیدن یه خانومی دلنگران وایساده هی دست به کمر میگیره هی جلو خیمه داره قدم میزنه. رضا سنگ دلترین دشمنو اونایی که یه وقت خدایی نکرده تو روزه حضرت علی اصغر تو گریه کردن حواسشون نیست سنگ دلترین دشمنو مختار بیرون کشید. گفت جایی شد تو هم دلت به حال حسین بسوزه. گفت راستشو بگم در امارم امیر گفت در امار. گفت من همه جا میخندیدم به حال حسین. عباس خورد زمین هل هله کردیم. علی اکبر فقط یه جا دل منم به حال حسین سوخ. گفت کجا؟ گفت دیدم بچه رو گرفته تو بغلش خجالت میکشه هی میخواد بره سمت خیمه هی دوباره بر میگرده. گفت چی کار کرد؟ گفت آخرالام اومد پشت خیمه ها نشست بچه رو که اومد دفع کنه یه وقت دیدم خانوما ریختن. حسین جان صبر کن یه بار دیگه ما علی اصغر رو ببینی. لذا تا اومد خاک بریزه از رواب گفت صبر کن آقای من صبر کن ببین هنوز چشماش بازه ها هنوز داره نگات میکنه. من خواهشم اینه آی اونا چون خیلی ها به ما گفتن روزه حضرت علی اصغر شما هم که شب هفته اومدید نشستید با حاجت اومدن نشستن گفتن گرفتاری داریم مریض داریم حاجت داریم رفقا نمیدونید برای این برنامه چه زحمت هایی دارم میکشم.
فضا اونا که اینجا هستن میدونن فضا فضای استودیو نیست والله، فضا فضای حسینی است. شبی چند تا روزه ما اینجا داریم که ما تو حسینی همون یه روزه داریم، شبی چند تا مهمان روزه خون نوکر امام حسین داریم دارم میان گرید. همینطور فضا هم همینی که شما هستید الان، چشما اشکباره. من خواهش میکنم برای شفای اون مرزا، برای رفع گرفتاری ها، این دستای قشنگتون رو بیارید بالا. خواهشم اینه زن و مرد همه با هم سه مرتبه از پرده جگر صدا بزنید: یا حسین، یا حسین، مهدی. شاید پارسال هم گفتم نمیدونم، حاجای عاملی میگفتن میگو وقتی امام حسین حضرت علی اصغر رو دفنش کرد و خاک ریخت، بلند شد دستاشو که تکون داد، لباساشو تکوند، گفت خدایا هر چی داشتم دیگه دادم. که آخر قصه بود. انشالله به حق حضرت علی اصغر باب الهوایج همه حاجات روا بشه. این بچه ها رو که میبینم وقتی دلم برای این چند ماه های غزه میسوزه. کودکانی که هستن بیگناه، انشالله به حق دل شکسته رباب، به حق حضرت سید و شهدا انشالله آزادی نصیبشون بشه از این ظلم و جنایت، انشالله رهایی پیدا بکنن. حاجای کرمی، خدایا به اون لحظه 30 سال، خدایا تو این مملکت هر کسی شرمنده زن و بچه‌شه، هر کسی خجالت میکشه، خدایا از خزانه غیب مشکلات اقتصادی این مملکت رو از سایه برطرف بفرما. الهی خدایا به این خونی که به مظلومیت ریخته شد، کودکان غزه رو از شر این اشرار، از شر این ددمنش ها نجات عنایت بفرما. خدا به حق امیر المؤمنین از همه تون قبول کنه، دم همه تون هم گرم. خدا به آبروی امام حسین امشب و اون لحظه ای که زن، بچه، بچه محل، هم کلاسی، هم هیئتی همه پا میشن میرن، ماییم و ظلمت، ماییم و وحشت، ایشالله امشب ما رو اونجا به ما برگردونن، عنایت کنید، یه صلوات بفرستید. الله صل علی محمد و آل محمد. تعزیه طلب آب از عمو. کودکانی که خود تشنه و بیتابند، همگی نگران علی اصغر هستند. آنها وقتی چشمشان به عموی مهربانشان حضرت عباس علیه السلام می افتد، از ایشان برای علی اصغر آب طلب می کنند. عمو در حالی که از کودکان خجالت زده است، با مشک سمت فرات می رود، اما خودش حتی جرعه ای آب نمی نوشد. آبروی عباس علیه السلام در گرو آن است که آب را به هر قیمتی به کودکان برساند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. چاره داداش علی اصغرم، مامان رو
جوابش هم خیلی داره گریه میکنه. عمه زینب چقدر قصه میخوره. خدایا رحم کن بر ما صغیران، حلاکی مزتش در این بیابان. کی میتونه بره برامون آب بیاره؟ کی میتونه از همه قوی تر باشه؟ سکین جان، رقی جان، همو جان، یا شبم این لحظه دست از تن جدا یا بیارم آب از بحر شما. قربان لبان اتشانت یا ابا عبدالله. آقا دست من خورد به آبی که نصیب تو نشاد. میرم آقا. چشم من داد از این آب روان تصویرم. یا ابا عبدالله، نمیخواهم این دستان را وقتی به آبی خورد که دستان شریف تو نخورد. نمیخواهم این چشمان را وقتی زلال آبی را دید که چشمان مبارک تو ندید. پس این دست و این دیدگان را به فدایت میکنم یا حسین. Oh!
های های چه با صفا یه فرات چه بی وفا یه فرات ز کام تشنه حسین چرا جدا یه فرات شتان رسیدم لب فرات چه کنم امو بیارم آب و آیت برات امو برو امو برو عباس و منوشا با که این رسم وفا نیست لب چشن حسین است تو خوری آب و روا نیست لب چرم کن از آب با که یک قطر میسر از بحر حریم و حرم آل عبانی سر و جانم به فدات ابی عبدالله آقای غریب شرط وفا به عالم امکان نشان دهم رفتم به شط آب ولی تشنه تشنه جل دهم پرگش مشت آب به خیمه شبم روان انشاءالله آب را برسانم به کودکان ماشاءالله ساقی ما چه شرابی چه سبوی دارد بنویسید رقیه چه عموی دارد ماشاءالله بچه ها باریکالله همینجا بشینین احسن همینجا بشینین آقا دمتون گرم فداتون بشم خیلی اجرای خوب صدای خوب ماشاءالله آقا مهدی عرض کنم محضر شما چه جا اجازه است ببخشید ناف ابن هلال میگه خودم رسوندم کنار آب عمر ابن حجاج فرمانده نیروهای منع آب بودن بهم گفت چی میخوای؟ گفتم آب یه اشاره کرد به لشکر گفت برید کنار بر آب بخوره گفت اون چیه؟ گفتم مشک گفت میخوای چیکار؟ گفتم میخوام برای خیمه ها آب ببرم
خب حق خیمه آب بردن نداره. این که چرا باید آبو ببندن خیلی وجوه میتونه داشته باشه و داشت، اما یکی از وجوهش این بود، با این قرینه ای هم که غیر عرض کردم، دشمن همیشه میخواد جبهه حق رو تحت فشار قرار بده، محاصره کنه، بلکه از اون مسیرش دست برداره، بلکه بیشتر رو کی طمع میکنه؟ رو کسایی که احساس میکنه اونها اگر ببرن مردان در میدان، اون سران جبهه حق مجبور خواهند شد به خاطر اینها کوتاه بیان. چنان فشار آوردن به اهل حرم که خدای نکرده اونا با خودشون اینجوری فکر میکردن که این خانم شش ماهه رو بغل کنه، با این بچه ها بیاد بگه آقا بچه‌م مرد، بس دیگه، بچه‌م رو دستم داره پرپر میزنه، ببین چی میگن. اما بنازم به همین دختر بچه هایی که تو همین سن و سال و تو این شمایی، باور میکنید دستور گرفته بودن یه کاری کنن بعد شهادت ابی عبدالله؟ چرا باید بچه ها رو به اسارت ببرن؟ چرا همونجا بچه ها رو این خباستی که اینا داشتن، چرا همونجا اینا رو هم شهید نکردن تموم بشه خبری نه؟ با خودشون جیری فکر میکردن، میگفتن اینا دختر بچن، اینا زنن، میبریم یه بلایی سر اینا میاریم که اینا خرد بشن، اینا به ما التماس بکنن چیزی از خاندان علی نمانه. اما تا رسید پیش یزید ملعون، گفت آنچه گفتم انجام دادی؟ گفت امیر انجام دادم. خب خب، گفت امیر اینها یه آخ گفتن رو داغش رو به دل ما گذاشتن. گفت گشنگی دادی؟ گفت والله دادم. کوتاه اومدن؟ گفت نه. شکستن؟ گفت نه. گفت زدیشون یا نه؟ گفت والله زدیمشون. گفت چی کار کردن؟ شکستن. گفت امیر تنها کاری که میکردن اینه، بعضی موقع این بچه کوچولو ها جلو تازیانه دست رو میگرفتن جلو صورتشون، ما هر کاری کردیم اینا بشکنن نشکستن. امیر اینا به زینب رفتن. هر چه باشد او علی را دختر است. و امروز هم همینه، اگر میبینید جبهه حق رو محاصره میکنن از غزه گرفته تا یمن، اگر میبینید سالها ما رو دارن تو تحریم قرار میدن، برای اینکه این جبهه حق از داخل فرو بپاشه. اما اگر اهل استقامت باشیم، قرآن کریم فرمود ثم استقامو، اونایی که استقامت کردن، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقامو، حالا چی میشه؟ خدا میگه تتنزل علی الملائکه. حالا به ملائکه میگه برید بنای بر سنت ما پیروزی با این هاست. خدا همیشه لحظه آخر جبهه حق رو پیروز کنه. آفرین ان شاء الله. به قولی لطیفی میگفت راه از جایی آغاز میشه که تو به پایان میرسی. آفره. و از اونجا فرج حاصل خواهد شد ان شاء الله. سید رضای عزیزم، خیلی کیف کردم آقا، دم شما گرم از صدا و نوا و دم شما گرم. من از علمداری و سقایی و یه برداشت من حقیر از تعزیه از اول فرز سلام الله علیه دارم، اونم اینه که این که آدم در اوج قدرت باشه، توان جنگی داشته باشه، بتونه پس خیلی ها تو لشکر بر بیاد، تو مبارزه به خودش یقین داشته باشه که پیروز مبارزه است، خیلی ها را میتونه بکشه، اما به حرف ولیش، به حرف آقاش گوش بده. وقتی امام حسین به حضرت ابوالفضل فرمود برای جنگ نمیخوام بری، برو برای بچه ها آب بیار، این که اصلا اما اگر نیاره و بگه چشم، این اوج درس ولایت پذیریه که ما کاش این ولایت پذیری رو یاد بگیریم که اگر ولی خدا حرفی میزنه دیگه
اما نیاریم، اگر نیاریم، چون و چرایی نیاریم، حرفی دیگه نزنیم، بگیم چشم، فقط به خاطر اعتمادی که به ولایت داریم بگیم چشم. خدایا به حق حضرت علی اصغر، چون شب هفتم محرمه، شب یا الله باب الحوائج، خدایا به حق باب الحوائج علی اصغر امام حسین قسمت میدیم، هر کسی که صاحب اولاد نشده تا حالا، دوست داره صاحب فرزند بشه، صاحب اولاد بشه، خدایا به حق باب الحوائج حضرت علی اصغر صاحب اولاد سالم و صالح قرار بده. خوش قدم، خوش روزی، الهی آمین. الرحمن الرحیم بزن که یا سیدی الکریم. آخ می چشه حسریم وارش مازرون، مار بمیره وای مار بمیره. آخ می چشه حسری وارش مازرون، مار بمیره وای مار بمیره. می اتا چش برمه اتا دیگه خون، مار بمیره وای مار بمیره. آخ تازه بدی به نوج بزوت دندون، مار بمیره وای مار بمیره. وشنا تشنا عشق ابن دال نیزه بون، مار بمیره وای مار بمیره. مادرایی که صدای منو میشنوید، پای این روزه و مصیبت بلند بلند گریه کنید. آخه مادر این آقازاده حیا کرد بلند بلند گریه کنه. آخه این روزه رو فقط مادرها میتونن درک کنن. آخ بیتی تن خار تی صورت زرد زار، در می جان در شونم گره یک نار. آخ سه روز اون خرده تمار بمیرم، الهی که آسه منوارش بیرم. آخ تدیم بیه یا مامال گره، یعنی الهی مادر دارد بگرده. آخ تدیم بیه که آیا مامال گره. آخ تلب تشنای آیا مامال گره. آخ تا
سه بیستا بیستا یا خون به نواجش آخ گره رده به تو یا مامان گره آخ لالا لالا یا گل پونه لالا لالا آخ پسر نیزه بالا شونه لالا لالا ارمل خیر نبینی گل من نورس بود ارمل خیر نبینی گل من نورس بود تیره سه شبل نمیخواست نسیمی بس بود یه مرتبه هم نگاه کرد دید سر یه طرف به پوسا بیزار شده بچه که دالا گریه هم نمی کرد دیدی ماهی ها وقتی از آب بیرون می پرن اول چند لحظه بالا و پایین میپرم ولی بعد از چند لحظه دیگه بالا و پایین هم نمیپرم فقط این لباش بهت میکنم همچی که این تیر رو زده از دید دست و پاش داره تکول میخورم تا نگاه گد فزو به یعنی الان کجایی لالایی یعنی الان کجایی لالالا نگیرو نیزه هایی لالالالا دمت گرم ممنونم آقا رضا سپاسگزارم انشالله باز هم در حسینیه معلا ببینیم و از نفست گرمت باعث افتخار سلامت باشی عزیزانم بزرگوار و اساتیدم عذرخواهی میکنم اگر صدا رفت حبیبی تقبل الله خدا حفظت کنه انشالله عزیزی هدیه به بلندای عظمت حضرت رباب بر محمد و آل محمد صلوات بفرست اللهم صل علی کوچه ها هنوز از دعا و گریه کسی معطر است کوچه ها هنوز داغدار مادر است کوچه ها هنوز یادگار قربت برادر است کوچه ها هنوز در به خنده وا نکرده اند اخم کوچه ها هنوز در هم است تا ابد محرم است.